خوش اومدید به قسمت احتمالاً آخر فارکرای 5. وقت تموم شد. سه تا اپیزود پیش رفتم، فرمانده هاشو کشتم، سه تا از فرمانده هاشو همه زب در خورد. جوزف که خودشه، چرت پرت در میاد. جان، فیت و جیکوب همشون جه دارن، همش قاطی میکنه آدم با. و خودش این جزیره است، جایی که اول بازی اومدیم با هلیکوپتر اومدیم و طرف دولت اینو دستگیر کنیم ببریم. از اول بازی تا حالا مثلا نرفتم سراغ این جزیره. تا اپیزود پیش دیدیم که به من گفتش که بیا همون جایی که همه چیز شروع شد، من اینجا منتظرتم. اصلا مثلا هارم آپگرید کردم و یه صدا خفه کن گذاشتم و یه اسنایپر خریدم گذاشتم توی اسلات اسلحه سومم. اوه مای، که بتونیم از دور حداقل اسلحه داشته باشیم تیراندازی کنه، ولی همه این رو گذاشتم آخر بازی. مثل این میمونه که یک پیرمرد 90 ساله مثلا که سرطان هم داره و قلبش هم ضعیفه بره مثلا لامبورگینی بخره، به دردت نمیخوره دیگه، داری میمیری، یه پات لبه گوره. آخر بازی تازه دارم از فول پتانسیل کاراکترم استفاده میکنم. دوستان عزیز همکنون اوهو اوهو آه. چیکار داری میکنی دادش اینجا؟ جنگل رو داره آتیش میزنه. بعد سیم خارده رو آتاشخال زدن اصلا راه نمیتونیم پیدا کنم. بالاخره یک شکاف اینجا پیدا شد، توی که به نظر میرسه کسی هم ازش محافظت نمیکنه. Reach the church، برو سمت کلیسا. اصلا آمه هم میوه آورد پایین با یک آهنگ ملو. همه چیز اینجا ایده پردازی میشده. Church of Eden's Gate، کلیسای دروازه بهشت. آره اول بازی دقیقا همینجا بودیم. چقدر افراد اینجا بودن که الان مردن، بندگان خدا. گلمولم که برا کرد اینجا. وقتی که لمب سیل پنجم رو شکوند چی داری میگی؟ slain because of the word of God. مفاهیم استعاره ای داره میگه، مثلا داستان درست کرده. شاید هم برای بایبل باشه، واقعا برای انجیل. خانواده ای منو ترکوندی و منم خودم آماده کردم که همچین کاری با تو انجام بدم. قضیه چیه؟ همه اینا رو برداشتی؟ اینا یارای منن، اینا رو ازم دزدیدی. شت، میخواد همکارامو بکشه. سه تا همکارامو همه رو خر کردین. بهت گفتم توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که خیلی درب و داغونه، بیعدالتی. هر بیعدالتی، هر کاری که بکنی گناهات آشکار میکنی. و ببین کجا آمدیم به خاطر این چیزا. گناهات تو رو کجا آورده؟ دوستاتو گرفتن و شکنجه کردن و این تقصیر توه. افراد بیشماری مردن و این تقصیر توه. جهان داره آتیش میگیره و این تقصیر توه. میگه تو میتونستی جلوگیری کنی از همه خون ریزی، ارزششو داشت؟ وقتی بفهمی هر مشکلی با تیر حل نمیشه. وقتی اومد اینجا بهت انتخاب دادم، انتخاب دادم که بری و تو تصمیم گرفتی بمونی. و برای آخرین بار جلوی خداوند بهت این فرصت رو میدم، اسلحت رو بذاری و بری. و اینجا رو بذاری بری و با آرامش بری. داره میگه تو دیوونه ای. این میگه شت، این هم میگه که ما از اول نباید میمیریم. و شریف هم گفت تو خودت میدونی چیکار کنی. یادت باشه خدا حواسش بهت هست، داره نگاه میکنم. رزیست کنم یا واک اوی، نمیدونم مقاومت کنم یا برم.
50-50 هم واقعا هیچ کدومش در نظر من برتری نداره، چون یه سری حرفش هم درسته. کاملا 50-50 هم، ولی اول رزیست رو میزنم ببینیم چی میشه. شاید حتی یکم دوست داشته باشم واکوی رو بزنم، ولی چون رزیست فکر میکنم جذابتر باشه، گزینه جذابتری باشه، رزیست رو میزنم. هر بی‌عدالتی، هر کاری، هر تصمیمی گناه ما را آشکار میکنه. جان was wrong. جان اشتباه میکرد. گناه تو خشم نیست. تو ترجیح میدی دنیا بمیره و نابود شه تا غرورت زیر پا نره. زلزله. شت. نورا آماده کرده بود ناکس. دوستات الان دارن واقعیت رو میبینن. ایدنز گیت توی قلب اوناست. شت. یارای من هن اینا. یوز میت کیت. دارن میزنن منو یارام. فور ده فادر بابا. بذارید من درنم، همه رو چیز خور کرده. چقدر بد میزنن یارای خودم من همشون. شت ریوایف بلند شو ناکس. یکی رو ریوایف کردم، دوتای دیگرم زدم. ریوایف کنم با بلند شو. چقدر مسخره. انیمیشن ریوایفش طولانی کرده. کوتاه کن که تیر نخورم وقتی دارم اینکه ریوایف میکنم. بچه ها رو ریوایف کردم. چی شد الان؟ همکارا من؟ خود جوزف بود. فایت دی فادر. دیوونگیه ولی فکر نمی کنم تمام شده باشه. آماده باشید. من بهت هر شانسی رو که می خواهی دادم، هر فرصتی. شیت. بچه های خودمونن. خود ناکسش هم میره ریوای بشون کنه. ناکس میره یه بالا سرشون ریوای بشون میکنه. بیدارشید بچه ها، به خودتون بیایید. باید یارامو دونه دونه جمع کنم. حرفی ها رو گفتن نمیمونه، فقط معمولیت رو انجام داد. بزنیدش دیگه بابا، 60 نفرید. بلند شو بلند شو، الان میمیرم. تکل قایم شو این پشت. باید دونه دونه ریوایوشون کنم بیام عقب. نمیرم خودم. 60 نفرید بزنیدش. ریوایو بلند شو بلند شو بلند شو، دارم میمیرم. فرانت کام فرانت بزنیدش. همه قاطی کردن، هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میفته. هر چیزی که براش جنگیدی معنایی نداره. یا ابوالفضل. اینا هم یارای خودمونن.
اینا رفیقای خودم هن. بلند شو دختر، بلند شو دختر تیر کماندار. این داداشمون تو قور میذاری اپیزود پیش سر من، حقش بود نجاتش ندم. این بلند شید ناکسه، بلند شید با تو رو من همین الان نجات دادم که همه رو دونه دونه باید نجات بدم. ای هرک اسکول آخر از همه. نمیدونی داری چیکار میکنی، فقط من میتونم نجاتت بدم. باید به من ایمان داشته باشی. Neutralize the father. ببخششون پدر. نمیدونن دارن چی کار میکنن. اینا توی ایتیکای از انجیله. وقتی که سیل هفتم باز شد سکوت بود در بهشت. هفت تا فرشته کنار خدا هفت تا ترامپت دادن بهشون به همین اون صداها Thunder, Lightning, رد و برق فلان. چی داری میگی؟ I heard a great voice from the temple say to the angels go your ways and pour from the vials the wrath of God upon the earth. شت شد. گفت هفت تا فرشته رفتن پیش خداوند، فکر کنم عذاب نازل شد، منظورش این بود و عذابو نازل کرد، بمبی چیزی گذاشته بود. تموم شده بچه، همه چیز تموم شد. دقیقاً عذاب الهی نازل کرد، یه بمبی چیزی کشته بوده. چه موجی داره انفجار لامصب. اون درست میگفت؟ کی داره میگه اون درست میگفت بین ما؟ شت. آخر بازی باید بشین پشت فرمون. انتظارشو نداشتم که آخر بازی مجبورشم بشینم پشت فرمون. یه داچ از بانکر بیفور ایتس تو لیت. باید برم پیش داچ. آره میبینم. باید بریم به پناهگاه چیز داچ. You're gonna die. انرژی منفی ندید. خودتون حفظ کنید. نترسید، شاید زنده موندیم. اوه دستی میکشه این بازیکن تو موقعیت اساس. اوه خرطوتره. یا اول فاز چند تا بوم کشته بود و طبق اون داستانی که تعریف کرده بود مرحله آخر عذاب بود. وقتی که سیل هفتم، قفل هفتم باز شد برنامه عذاب بود و این بومبشو ترکوند که مثلا این بلای ظاهرن الهی رو نازل کنه. اینا رو اسکول میگه ما میدیم تو جهنم میسوزیم به خاطر همه کاری که کردیم. داری باور میکنی حرفا اینا دیگه آخر کاری که نجاتتون دادم؟ Mother of God pray for us. یعنی ایرانی ها مذهبی میشن، خارجی ها مذهبی میشن وقتی که پشت فرمون اتفاقای بد میفته یا اول فضل و یا زهرا و اینا میگن. خارجی ها همچین چیزی دارن. یا اول فاز خیلی دوچو از اول بازی تا حالا ندیدیم، خواستم بگیم خیلی وقته. شت چه بازی شد آخر بازی.
و نکته اینجاست اگه من یه انتخاب دیگر انجام میدادم هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. اگه میرفتم نمیدونم، باید ببینیم در نهایت ارزشش رو داشت این انتخاب یا نه. عجب پر رویه این بچه هم سگجونه. Reach Dutch's bunker before it's too late. برو پناهگاه داشت قبل از اینکه دیر بشه. ها این که انجام دادم تازه اومد. توجه برادکست امرجنسیه، پناه بگیرید. پیام چیز دیگه اختاره مردم حواستون جمع. This is not a drill. تمرین نیستش، واقعیه. داشت رو زد کشت پیره مرد بنده خود. میدونی معنی این چیه؟ معنیش اینه که سیاست مدار رو سایلنس کردیم، خفشون کردیم. کورپوریشن ها پاک شدن. منظورش اینه که جهان توسط انرژی پاک خداوند پاکسازی شده. ولی از همه این مهمتر به این معنیه که من درست میگفتم. فروپاشی شروع شده. گفتم این با ساختارا مشکل داره، با ساختار سیاست مدارا، شرکت های بزرگ، کورپوریشن ها. خیلی منتظرش بودم. خیلی منتظر بودم تا خدا اون چیزو در گوش من گفت که کاری که باید انجام میدادم. خانوادم ها برای این لحظه آماده کرده بودم. تازه برنامهش نهایی شد و اونا رو از من گرفتی. باید تو رو بکشم برای کاری که انجام دادیم. ولی تو تنها کسی هستی که الان دارم. تو خانواده منی، پشمام. و وقتی که جهان میخواست دوباره متولد چه، من و تو پامونو میذاریم. من پدر تو هستم و تو بچه منی. And together we will march to Eden's gate. و با هم دیگه رژه میریم در دروازه بهشت. حرفی داره گفتن نمیم. چه خبر؟ گفتم این با ساختارا مشکل داره. اپیزود قبلی هم اینو گفتم. مفهوم کلی بازی اینه و این بود. تموم شد. تموم شد. داداش اون یه کسی بود که اسکیپ میخوام حرف بزنم و بازی تموم شد همونطور که گفتم. ولی میتونیم بریم تو مپ چرخ بزنیم. داستان بازی تموم شد. از الان به بعد اگه بازی کنیم فقط برای فانه. نظراتو خودم بگم راجع به این بازی. خیلی بازی خفنی بود از نظر کاراکتراش، از نظر گیم پلی که چیز عجیب غریبی نداشت که من بگم. خیلی حرکات خفنی میشد توی خود گیم زد. یه بازی مثل جاست کاز خیلی خفن تر از نظر گیم پلی. ولی از نظر شخصیت پردازی و داستان خیلی قشنگ بود. در اصل جوزف یکی بود شبیه یه کسی بود تو مایه های جوکر. این همونی که داشت جنگل آتیش میزد، زدن کشتنش. که با ساختارا همونطور که گفت با کورپوریشن و چه میدونم سیاستمدارا و ساختارهای چی شد؟ با ساختارهای دولتی و اینجور چیزا مشکل داشت و تا حد زیادی هم درست میگه دیگه. این همه فساد و اینجور چیزا هست توی جهان. پردرآمدترین صنعت‌های جهان صنایع اسلحه سازی و دخانیات و الکل و اینجور چیزا. یعنی خودش نشون دهنده اینه که جهان به طور کلی پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ پر فساد و اینجور چیزاست همچنان. با اینکه کلی ظاهرا قانون هست و کلی ارتش هست و همه هم میگن حق با ماه و
همه میگن ما به کسی ظلم نمی کنیم، ولی این همه جنگ و کشت و کشتار و خونریزی است و اینا خیلی جوکروار به این قضیه اعتراض داشتن و داشتن کار خودشونو میکردن و در نهایت که آدم فکر میکنه ای بابا این موزید دوباره سمت من از بالا که نگاه میکنه و قضیه میبینه که چیزایی که میگن این ایدن گیت، این فرقه، به طور کلی درسته و باید شرایطی باشه، باید یه جوری باشه که این همه فساد و کسافتکاری دنیای سیاست و این دو چیزا نباشه تو جهان و باید یه جنبشی چیزی شکل بگیره که با این چیزا مقابله کنه و اینا میگفتن ما این جنبشیم. برای همین من دودل بودم آخر بازی، چون به لحاظ فنی اینا دارن درست میگن، جهان واقعا به فنای سگ رفته و یکی باید جلوی اینو مقاومت کنه و هر چقدر تو بازی رفتیم جلوتر میخواست اینو بیشتر به اون بگه که من میتونستم اول بازی مثلا لیف بدم، لفت بدم اونجا رو و با این گروه درگیر نشم و این همه خون و کشت و کشتار و اینجور چیزا به وجود نیاد. گرچه نمیدونم، واقعا نمیدونم، اگه طرف دیگه هم اینا خودشون تیر ترقه میزدن سمت آدم ها قبل اینکه ما بیایم خیلی چیزا رو نابود کرده بودن، خیلی افراد رو کشته بودن، اینا همه دست به دست هم میده که آدم مردد بشه توی تصمیم نهاییش. حرف دیگه نمیمونه، شاید اون یکی هم ترای کنم، اون یکی انتخابمونم ترای کنم ببینم چی میشه. همین، دمتون گرم، خیلی ممنون که این بازی رو دنبال کردید، این سری رو دنبال کردید، خیلی خوش گذشت، بازی خیلی جالبی بود. ببینیم چی میشه، ببینیم بعد این چه بازی میرم، شاید بیشتر ماینکرافت بازی کنم، شاید یه مدت فقط ماینکرافت بازی کنم بعد یه بازی بزنم، ببینیم چی میشه. خیلی ممنون که سری رو دنبال کردید و خدا نگهدار.